در پی سقوط داعش در عراق و سوریه یکی از بزرگترین چالش های کشورهای اروپایی بازگرداندن فرزندان بسیاری از اعضای این گروه تروریستی به خانه است 27 کشور عضو اتحادیه اروپا هنوز در این باره به توافق مشترک نرسیدند و همچنان ماه هاست که بسیاری از کودکان و زنان اعضای اروپایی سنی های داعش در اردوگاه های شمال سوریه به ویژه اردوگاه محبوس هستند فرانسه و بلژیک در دسته آخرین کشورهای اروپایی هستند که پذیرفتند تا از فرزندان اعضای داعش که ملیت این کشورها را داشتند میزبانی کنند اما روند بازگرداندن این کودکان بسیار کند است برخی از خیشاوندان آنها در این دو کشور میگویند هنوز دولت ها آماده نیستند تا قاطعانه به بازگشت کودکان داعش به سرزمین مادریشان کمک کنند اغلب کمپ هایی که خانواده های انصار داعش در آن حضور دارند در کنترل کردهای وابسته به نیروهای دموکراتیک سوریه هستند برخی از تحلیلگران گویند وضعیت دشوار زندگی کودکان و زنان در کمپ های سوریه ممکن است نسل جدیدی از تروریست ها را از دل این اردوگاه ها به وجود بیاورند